سلام سلام، امروز اومدیم به آشپزخونه خونه ما. میخوام براتون یک خاگینه تبریزی که البته تبریزی ها خودشون بهش میگن گیگانوخ. خانومای تبریزی فوق العاده با سلیقه ان که این یک دسره و بعد از غذا استفاده میکنن، یعنی دسر غذا استفاده میکنن، ولی ما میتونیم مامان یک وعده غذایی، یک شام یا صبحونه خیلی خوشمزه اینو استفاده کنیم. حالا بریم با هم دیگه تا ببینیم روش طبخ این چطوریه. بزن بریم. تخم مرغ 4 عدد، آرد به ازای هر یک دونه تخم مرغ 1 قاشق غذاخوری، زعفرون دم کشیده، دارچین، گردو، کره، آب، شکر، وانیل، پکینگ پودر، هل، گل محمدی، ماست به ازای هر یک دونه تخم مرغ 1 قاشق غذاخوری ماست داریم. حالا بریم روش طبخش رو بهتون بگم چطوریه. من برای این مقدار شکر و شیره که میخوام درست کنم بازم زیاد هست، یعنی این برای 2 وعده است. نصف لیوان آب داریم، اضافه میکنیم. 1 لیوان شکر داریم، اینو میذاریم روی گاز تا حل بشه. وقتی که حل شد و به غلظت مورد نظرمون رسید بهش هل اضافه میکنیم و میذاریم کاملا تبدیل به شیره بشه. حالا بریم تا بهتون بگم که چطوری میشه. خب شکرم رو میذاریم روی حرارت با آب تا کمی حل بشه. حالا توی این مرحله وقتی شیرمون اینطوری شد بهش گلاب اضافه میکنیم. و به اندازه 1 قاشق چای خوری هل. میتونین توش زعفرون هم اضافه کنین، ولی کلن این دسر طعم زعفرون نباید غالب باشه چون توی موادش هم زعفرون داره. خب حالا تخم مرغامونو داخل یک ظرف جدا میشکنیم. تخم مرغمون رو کامل هم میزنیم که بقیه مواد به راحتی توش حل بشه. وقتی که اول تخم مرغ رو هم بزنیم و خودشون لخته هاش باز بشه، با هم دیگه خوب مخلوط بشن، بقیه مواد رو که بهش اضافه میکنیم به راحتی توش حل میشن. خب حالا آردو توش الک میکنیم. 4 قاشق آردو. مقدار زعفرون دم شده. و ماستمونو. حالا این مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. به به چه عطری داره. عطر زعفرون همه جا پیچیده. این غذا و دسر یه دسر فوق‌العاده است که تمام خانمای با سلیقه تبریزی این دسر رو درست میکنن. حالا وانیل رو بهش اضافه میکنیم. 1/2 قاشق چای خوری داریم. بیکینگ پودر داریم. 1 قاشق چای خوری. و مواد رو مجدداً هم میزنیم. شما میتونین از روغن مایه هم استفاده بکنین، ولی کره چیز دیگه ایه، یعنی توی عطر و طعمش و مزهش واقعا فوق العاده میشه. کرمون که گرم شد نصف این مواد تخم مرغمون رو میریزیم توی ظرفمون و کامل بازش میکنیم. در قابلمه رو میذاریم تا کامل تخم مرغ ببنده. گردوامونو
میایم خردشون میکنیم. شما میتونین هم با چاقو اینا رو خرد بکنین و همین که با این بشقوبای کوچولو اینا رو خرد کنین. کلا گرد و بر به صورتی باشه که زیر دندون بیاد خوشمزه تره. حالا بعضیا سلیقه ای دوست ندارن و اون رو آسیاب میکنن، ولی اصلش اینه که اون رو خرد کنین. حالا گردو رو میریزیم روی خاکینمون. گردو و الان هل یه ذره دارچین، این ترکیب فوق‌العاده میشه. بعد گل محمدی هم روش میریزیم و بقیه مواد رو میریزیم روی این موادمون که من نتیجه کار رو به شما نشون میدم. حالا بقیه مواد رو خب حالا این یه طرفش که سرخ شد به این صورت در اومدش، از این رو به اون روش میکنیم تا طرف دیگه‌ش هم همینطور سرخ بشه و خوش رنگ بشه. بعد از اینکه سرخ شد و خوش رنگ شد بهش شربتمون رو اضافه میکنیم که باز مجدد بهتون نشون میدم که شربت رو بهش اضافه میکنیم. نکته‌ای که اینجا هستش اینه که اون مقدار شربت خیلی زیاده برای این مواد و اگر که زیادی از حد بریزیم موادمون خمیر میشه، پس باید نصفش رو بریزیم. هم خوشمزه‌اش میکنه به اندازه‌ای که طعم بگیره و همین که خمیر نمیشه و یه چیز متعادلی در میاد. از دسر تبریزیمون، گیگانوخ یا همون خاگینه تبریزی که خانومای با سلیقه تبریزی اینو درست میکنن. شما هم حتما تستش کنین، این پست رو لایک کنین، سیف کنین و برای کسایی که دوستشون دارین حتما بفرستین تا اونا هم این دسر خوشمزه رو تست کنن.